سناریوی واقعی برلین درست مشابه حمله تروریستی شهر نیست بود که هنگام برگزاری مراسم جشن ملی فرانسه در این شهر 86 کشته و 400 زخمی به جای گذاشت حمله ای که عامل آن خود را وابسته به داعش میخواند. به چند تهاجم تروریستی غیر منسجم در ماهای اخیر، پلیس آلمان تا کنون با حملات سنگینی روبرو نبود. روز 18 ژوئیه، یک مهاجم 17 ساله افغان در شهر وردسبورگ در جنوب آلمان با ضربات چاقو چهار مسافر قطار را به شدت زخمی کرد. وی سپس توسط پلیس کشته شد. روز 24 ژوئیه نیز حمله انتحاری در محل برگزاری کنسرتی در شهر آنسباخ باعث زخمی شدن 12 نفر از حاضران شد. مواد منفجره در کوله پشتی یک جوان 27 ساله سوری قرار داشت که تقاضای پناهندگیش رد شده بود و با اقامت موقت در این شهر زندگی می کرد. او دو بار اقدام به خودکشی کرده بود و تحت درمان روانپزشکی بود. روز دهم اکتبر پلیس آلمان پس از دو روز جستجو و تحقیق موفق به دستگیری یک جوان 28 ساله سوری شد که در تدارک حمله به فرودگاه برلین بود پلیس در آپارتمان مسکونی وی در کمنیتس مواد منفجره مختلفی مشابه با آنچه در حملات پاریس و بروکسل استفاده شده بود پیدا کرد فرد مزنون دو روز پس از دستگیری در لایپزیگ در زندان خودکشی کرد تکان دهنده تر از همه این که در ماه دسامبر پلیس اعلام کرد که در پایان ماه نوامبر یک پسر بچه دوازده ساله آلمانی عراقی در دو نوبت سعی کرده بود با استفاده از مواد منفجره در شهر زادگاهش عملیاتی تروریستی انجام دهد. هدف حمله او شهرداری و بازار محلی کریسمس بود.